با چشم غیر مسلح تا کجای عالم رو میتوان دید؟ تا به حال یا آسمون پر از ستاره نظرتون رو برای دقایق طولانی و حتی ساعتها جلب کرده؟ فکر میکنین که در این جهان چند کهکشان وجود داره؟ فقط کهکشان راه شیری چند تا ستاره میتونه داشته باشه؟ براتون جالب نیست که بدون این انسان چه تعداد از این همه ستاره رو میتونه ببینه؟ تا حالا فکر کردین که به قول معروف برد چشماتون چقدره؟ با چشمان غیر مسلح تا چه فاصله ای رو میتونید ببینید؟ به نظر میاد اگه یکم سر به هوا باشید و به آسمون ها نگاه کنید، راجع به دورترین چیزایی که چشماتون میتونه ببینه به نتایج جالبی میرسید. همراهان تکسون تیوی سلام. امروز میخواییم توی این ویدیو به این موضوع بپردازیم که چشم غیر مسلح ما تا کجای عالم رو میتونه ببینه. ولی لطفاً قبل از دیدن ویدیو کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای تکسون رو میبینه. عظمت کهکشان راه شیری. بهتره بدونین عظمت کهکشان راه شیری بیش از 120 هزار سال نوریه و حدود 200 تا 400 میلیارد ستاره هم داره. این در حالیه که در جهان هم بیشتر از 2 تریلیون کهکشان وجود داره. کیهان به طور عجیبی غیر قابل توصیفه و مغز هر متفکری رو به چالش میکشه. دیدن اجرام با چشم غیر مسلح. روی زمین و در ارتفاع صفر از سطح دریا، حد دید افقی ما به دلیل رطوبت، غبار و انحنای زمین تنها 20 کیلومتره. برای دیدن ستارگان و اجرام دورتر باید ارتفاع بیشتری از سطح دریا گرفت. در یکی از بلندترین نقطه های زمین یعنی قله اورست معمولا امکان دیدن بعضی ستارگان و اجرام از فاصله 339 کیلومتری وجود داره. اما اگه بیشتر به آسمون خیره بشیم، اجرامی با فاصله های بسیار بیشتر نمایان خواهند شد. مثلا ایستگاه فضایی بین المللی که در فاصله 400 کیلومتری سطح زمین قرار داره و بعد از اون ماه با فاصله در حدود 400 هزار کیلومتر و در نهایت سیاره زحل با فاصله 1 میلیارد و 400 میلیون کیلومتر رو خواهید دید. اگه زیر آسمون تاریک باشید، در یه زمان مناسب حتما میتونید سیاره هفتم یعنی اورانوس رو که 2.5 میلیارد کیلومتر از ما فاصله داره رو با چشم غیر مسلح ببینید. خوبه که بدونید اورانوس دورترین جرم منظومه شمسیه که با چشم غیر مسلح دیده میشه. پس از پشت سر گذاشتن اورانوس میریم به سراغ ستاره دنب. پر نورترین ستاره صورت فلکی دجاجه که بسیار درخشان و بزرگه و 1550 سال نوری از ما فاصله داره. در واقع درخشش ذاتی دنب اونقدر زیاده که از این فاصله دور به شکل ستاره‌ای پر نور در آسمون دیده میشه. باز هم دورتر میریم و به ستاره روز آتالکرسی میرسیم. تابش نور این ستاره غول‌پیکر 550 هزار برابر خورشیده و به خاطر همین درخشش ذاتی که داره ما میتونیم با چشم غیر مسلح هم ببینیمش. حاضرین بازم دورتر بشیم و قدم بعدی رو برداریم؟ با قدم بعدی میرسیم به خوشه ستاره‌ای کروی اومگا قندرس که بزرگترین خوشه کروی کهکشان راه شیریه و حدود 10 میلیون ستاره رو تو خودش جا داده. اگه این لکه کوچیک و مهالود رو با چشم غیر مسلح رصد کردین، به یاد داشته باشی که در حال نگاه کردن به جرمی با فاصله‌ای در حدود 15 هزار سال نوری هستین. جالبه نه؟ دورترین جرم. در نهایت میرسیم به کهکشانی که اغلب اونو به عنوان دورترین جرمی که امکان رصد اون با چشم غیر مسلح وجود داره میشناسن. بله، کهکشان آندرومدا. این کهکشان نزدیکترین کهکشان مارپیچی به راه شیریه و 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله داره. حتی با این فاصله زیاد آندرومدا اونقدر بزرگ و پرنوره که میشه اونو به راحتی و حتی در آسمانهای نیمه تاریک با چشم غیر مسلح دید. کهکشان آندرومدا 1 تریلیون یا به عبارت دیگه 1000 میلیارد ستاره رو توی خودش جا داده.
آندرومدا رو میشه دورترین جرمی دونست که با چشم غیر مسلح دیده میشه. اما بعضی رصدگران تیزبین در آسمون‌های خیلی تاریک گزارش‌های مبنی بر رصد کهکشان مثلث M33 با فاصله 2.7 میلیون سال نوری و حتی فراتر از اون کهکشان M81 با فاصله 11 میلیون سال نوری را هم ارائه دادن. تا به حال با دیدن هر ستاره و نور آسمونی از خودتون پرسیده بودین که چقدر با شما فاصله داره؟ اگه میتونستین انتخاب کنید، دوست داشتین کدوم جرم آسمونی رو با چشم غیر مسلح ببینید؟ از تجربیات خودتون در مورد رصد ستارگان برامون بگید. خوشحال میشیم نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.